حکومت پیشین افغانستان قیادی کردن باید پتیر نظامونه که سر ترسل بگیر همشون عصبی شدن زدن به سیم آخر. آره سر این هنیه و اینا و عصبانی شده بودن. سلام دوستان گرامی، خوش آمدید آقا. سلام عربکس یوتیوب، خوش آمدید به چنل خودتون. امیر استر هستم و امین او هستم. خوش آمدید به چنل رین و ریاکشن. اومدیم میریم به سراغ یه ویدیو دیگر. چه ویدیویی نبودیم؟ الان صدای منم گرفته درسته؟ آره بچه این ویدیو دو سه تا ویدیو آخر دیگه ما نبودیم، همونجوری از قبل ضبط شده. آره دیگه بریم با هم دیگه می‌خوایم داشته باشیم. یه ویدیو از چنل ای اف جورنال، یه ویدیوی بله یار وفادار همیشگیمون. آره می‌خوایم بریم یه بحث دفاعی داشته باشیم و تهدیدی که آمریکا رو تهدید کردن. حاجی تو این وسط مثلا وزیر دفاع کلا دیگه ببین آمریکا یه جور لوس شده دیگه. اوباما اوباما چی این بایدن هم که کلا گن زده. حالا نمیدونم دیگه در ادامه چه جوری بشه. این نمیشه جمع کرد اینو. حالا جیدم یه سوتی دیگه داد قشنگ رفت یه جا دیگه گفت میخوام برم روسیه پناهنده بشم. اشتباهی تو دهنش نترست نمیتونی جمله بندی بکنه. نه اصلا ببین من نمیدونم آقا بچه، ولی یه چند تا تحلیلگری بود که میگفتن که این جزء آدم کنار دیگه خانومه اومد ایلومیناتی ها هستن و تو اصلا نظاری اینو نظاری نه منظور صدا قطع میشه و گفته که آقا اصلا اینا از خودشون نیستن، اینا انگار روباتن. بریم سراغ میدولین که اشتاقه دیسکریپشن هست. بریم سراغ لتس گو. هشدار مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع افغانستان و جهان. آج اینجاش خیلی باحاله. با خود لباس آمریکا. لباس آمریکا، با ماشینای آمریکایی، با سلاحای آمریکایی. ولی ربطی به آمریکایی نداره. ببین یه بس نه منظور خودشه، خب گذشته رفته رو داره میگم. آره. با همونا بخواد تهدید کنی. ما یه بحث تکنولوژی داریم، یه بحث سیاست کلی داریم. خب سیاست کلی آمریکا دنبال شر ریختن تو کل خاورمیانه و اینا. خاوری تا به بی احترامی سر گوری موږ بیا د شته امکاناتو په وجود کې کولای شو د خپل خاوري او د خپل ځان څخه دفاع وکړي. وزیر دفاع افغانستان گفت بزودی کنترل حریم هوایی افغانستان را در کنترل خود میگیرند. این مگه همون نبود که گفت اومد بالا سر ما داشت جاسوسی میکرد؟ آره حاجی افغانستان این چند وقته خیلی چیز شدن، کلا دور تا دور مرزا رو دارن میتره کنن. یه برنامه داری بچه ها نمیم حالا ویدیوشو شاید رفتیم، دیشب یه برنامه بود یه بعد نمایشی تئاتره. خب این یو بچه ها افغانستان هم گوش بده، شبکه دو بود. بعد آقای قاضی اگه دیده باشی. نه نیدم اون نقشی که داشتم فیلمی که بازی میکردن اون شخص کسی که شکایت کرده بود خب افغان بود. بعد آخرش قاضی به نفع اون رای داد و تموم شد. بگو باورم نمیشد که بذارید من افغانم مثلا، حالا با همون لهجه دری و اینا میگفت باورم نمیشد که بذارید مثلا من پیروشم تو این دادگاه و اینا، چون پولش خورده بودن. شنیده بودم، دیدم اون ویدیو. بعد گوش بده آخرش قاضی اونجا که گفت آهنگ چی گوش میدی؟ گفت خب افغان گوش میدم فلان اینا. گفت چی گوش میدی؟ گفت احمدزاده. بعد یهو برنامه تموم شد با احمد ظاهر شبکه دو آهنگو برنامه رو تموم کرد. خب حاجی احمد ظاهر بچه اون موقع ایران خیلی گوش میدادن، خیلی با صدا سیما گذاشته بود. میدونم خب بالاخره به احترام اون میدیدم پرام ریخ انگار مثلا هاید همیره اون برند یا مثلا ای بی یا مثلا داریوش و اینا یا فردین اون موقع بودن. من احمد ظاهر ترجیح میدم. ده هیواد پر ارضی تمامیت بانی حاکمی و والحمدلله دامو ثابت کرده هم ده دامو ثابت کرده هم ده پر فضا بانی با هم حاکم کی رو پزند خدا. و پاکسازی ریاست جمهوری افغانستان از کارمندان حکومت پیشین افغانستان. قیادی کردن باید پتیر نظامونه که سر ترسل بگیر همه شون عصبی شدن زدن به سیم آخر. آره سر این هنیه و اینا عصبانی شده بودن. آره چیز کرده بود دیگه، گفته بود اگه یکم مقامات گفته بود که اگه با ما اسرائیل مرز مشترک داشت میدونستی الان خونشو میجویدیم الان میدونست کجاست. حالا آره ولی خب دیگه اسرائیل هم دیگه اینقدر دست کم بگیری باید یه لول بالا باش. امریکن گفته که هر کسی چیز اسرائیل بزنه اولین نفری که طرف حسابشه منم. بریم. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع افغانستان جنگ بشه این وسط مردمه دیگه بدبخت شده. نیروهای امنیتی در کابل با اشاره به گشتنی هواپیماهای بدون سرنشین در حریم هوایی افغانستان گفته است.
امارات. آه اینا ببین بچه ها دیدید که مثلا تو خبر میاد که آسمونه مثلا فلانجا کلیر شد، چقدر هواپیما کمه رو آسمونه. ایران خیلی کمه که حالا افغانستانو که داشته باشیم، ایران داره اروپا رو هم وصل میکنه به آسیا، این هم داشته باش، ایران خیلی جای مهمی. ولی میبینی در از روی این دریاها اونجا باید اجازه ایرانو بگیرن، تنگه هرمزه. نه دیگه این ورش از سمت، میبینی از سمت ایران نمیرن، از سمت این عربا خب دارن میرن. خب اینو بگم کشور امارات دقت کنیم، مثلا ما میخوایم آلمان بریم، بعد بریم یه بار دبی اونجا بریم آلمان. آره به خاطر این موضوعات پرواز زیاد داره اونجا. این ور هندوستان هم زیاد بود. کنترل حریم هوایی خود را در دست تاجیکستان چه نه مجاهد گفت امارات اسلامی همان طوری که از تمامیت اراضی افغانستان حفاظت کرده، کنترل هوایی را نیز به دست خواهد گرفت و با این کار دیگر به کسی اجازه تخطی در حریم فضایی خود را نخواهد داد. چی ساخته؟ او خطاب به کشورها یکیش بود از جب خارج می شود احترام بگذارید و به افغانها و سرزمین پاک ما به احترامی نکنید. او دمش کرد واقعا اینقدر سخته مثلا احترام گذاشتن. حالا بس احترام هم نیست، بس اینکه آقا دیگه باید بفهمی که دیگه آقا اینجا یه مرزکشی شده هر کسی، کسی هم خواست بیاد یک کاری رو علیه یک نفر دیگه بکنه، نه همون کشوری که تو خاکشه، خب اجازه بگیره. مشکل آره نداره، شاید اجازه بده شاید نده. الان مثلا بیان تو بعضی از کشورها هستش آقا میگه آقا اصلا از حریم هوایی من نرو. نه یا آقا نمیخوام. بعضی هواپیما ها رو که مثلا اصلا مسافر بریشم و میگه آقا از اینجا نه، شاید اصلا این داره تخمین میزنه، میگه شاید اصلا یکی دیگه از قصد زده تشینو انداختن گردن من، منو بی چیز کردن دیگه، بی ارزش بکنن، بگن آره تو هوایی تو اصلا به درد نمیخوره، امنیت نداره و هواپیمای ما رو میزنن. یکی دلایلی که مثلا فول تحریم دیگه ایرانو نمیذارن اینه که اگه ایران آسمونش ببنده روی همه پروازا، باید بیان دور ایرانو دور بزنن برن مثلا اروپا. الان سمت مجبورن چی، حمل و نقل گرون میشه، کالا گرون میشه، کل اروپا میره زیر تورم. الان چرا سمت برزیل باید از روی دریای چی از دریای مدیترانه است چی اطلس چیه اونجا باید بچا بره نزدیک 13 14 ساعت باید هواپیما باشه، چون بعض چند تا کشور هست راه نمیده از اونجا بره. نه اول به گفته اون چیزی که تحلیلگر میگفت اگر به حریم ما به احترام میشود، میدانیم چگونه از خود و کشور خود دفاع کنیم. حتی و کوشش که ترتو اتبانی حاکمی و الحمدلله دامو ثابت کرده هم ده پر فضا بانی با هم حاکمتی رو بازند خدا. یه حاکمیتی داریم، یه تمامیت ارضی مرزی آدم داریم. اصلا ما بگو اینقدیم امنیت خودمون باید برقرار کنیم دیگه، هوای زمینی همه مدل. آره دیگه ببینید همیشه اینم میخوام اینو بگم، مثلا ببینید کشوری که حمله میکنه رو همیشه باید بزنید تو سرش، نه کشوری که بعداً میخواد حمله بکنه. پس یکی کرم ریخته که تو بعداً میخوای بزنیش، اینو باید در نظر داشته باشی. یعنی تو داری میرید اینجا تو مرز هوایی، حریم هوایی، مرز هوایی. بیا با ان شاء الله تو کومه تختی و نکرایس اینو سگو زده بودی دومشو جنگ کرده بود. هر څوک دا تختی کوي ورو ته توصیه داده چ باید زموږ د هیواد حریم د دې احترام وکي او دا احترام په نظر کې ولې زور چی میگه حریم، ولی فارسی تک و تو میگه حریم ولی باید تو رعایت کنی، احترام بذاری. حالا دیگه همون احترام دیگه منظورم. آره و الان یه سری حالا قطعا تو افغانستان هم هست و ایران هم خیلی هستن، یه سری آمریکایی دوست داریم اینا، نمیخوام بپذیرن این موضوعی که ازم نباید بیاد اینجا. نه آمریکا چون قدرته دیگه بیاد، دیگه بیاد بزنه تو سر من. حاضری به هر نحوی؟ نه خب هیچ کس حاضر نیست. 40 سال افغانستان تری قاوری تو به احترامی سر گوری مجلی بیا دشتا امکانات تو وجود بی احترامی کنی گوره تو بی کنن نه ایده میگو بی احترامی کنی داره دیگه آجی به خدا پاکستان با اشاره به اتحاد آره. مقامات پاکستانی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه این کشور گفت امارات اسلامی بعد دنبال ناامنی در کشورهای دیگر نیست. ببین یه موضوع یه موضوع رو یه موضوع رو من باید قبول کنیم بچه‌ها. یه گروهک‌های تروریستی بعضی جا هستن تو افغانستان، یهو میان تو کشورهای همسایه‌شون میان آره میان یه داستانی درست میکنن. ولی خب پاکستان خودش هم همین داستان رو داره، یعنی یه شباهتی به افغانستان از این موضوع داره. خب سر این شاه چراغه بچه‌ها دیدین که یکیش تاجیکستانی بود، آره. یکیش هم که پاکستانی بود، یکیش هم که دارن بچه نون سبزی میفروشن بیرون، یکیش هم که گفتن که افغان بود ولی انگار افغان چیز نبود، اون که اصالتا افغان، شاید مثلا پدری چند رگ و ریشه ای داشته. آره.
خب نه بس ملیتی نیست، بس گروهک ها و طرز فکراست که دارم میگم. بعضی جا هست آدم میترسه ازشون. این پاکستان هم میشه به خاطر این مثلا میگه نه ما باید مثلا حواسمون به مرزمون باشه و این داستانا. آخه دیگه ببین باید یه کشور بخواد امنیت خودشو برقرار کنه باید حواسش همه جوره باشه. آره دیگه بعد چه گروهکی باشه چه نمیدونم داخل اصلا تو بگو دو نفر خب بالاخره باید جمع بکنه دیگه. این مملکت میگه من مملکت دارم، من سیاست مدارم، باید نذاره خب مردم آب تو دلشون دیگه. دقیقاش هم برعکسش مثلا آلمان نذاره ایرانی ها برن مثلا آلمان، میگه آقا شاید از ایران یه طرز فکری های بیاد اینجا واسه من شهر درست کنه. آره الان مثلا خود انگلیس نمیگفت مگه، میگفت هرچی الان خیابونای من شده همه خیابونای مسلمون. آره. هر جا نگاه میکنی همه با چادر و مانتو دارن میرن، اون که با چخ میره به زودی. حالا خودش گفته دیگه. آره. همه جا سیاه پوش میشه. آره دمتون گرم بچه‌ها، لایک سابسکرایب بکنید و زنگ ریسر بزنید. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.